لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، خواران برادران گران قدر، جوانان نازنین، هم از دختر و پسر، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. امیدوار هستم که تابستان گرم به خوبی تیر شوه و ساعت شما خوب باشه. ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جوانی آریانا نیوز در خدمت شما هستم و از همکاران گرامیم در کابل جهان سپاس دارم که مرا همیشه کمک میکنن. ما به سوره انعام هستیم، آیه 74، و این آیه 74 سر حضرت ابراهیم علیه السلام است و حضرت ابراهیم علیه السلام پدر توحید است. در دین اسلام پدر توحید است و حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم دار بسیار پیش از یهودیت و 4000 سال میشه و عیسویت که زیادتر از 2000 سال میشه و از یهودیت 4000 سال پیش میشه، حضرت ابراهیم علیه السلام ارزندام کرد و اولین فردی بود که به خداوند سجده کرد و همی سجده ازی باعث شد که و همی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام چندین موضوع بر ما میاموزانه که بسیار زیاد بر ما مطرح است. معلوم دار ابراهیم علیه السلام از نگاه دین شناسی جد ادیان توحیدی است یا جد ادیان سماوی است. ما حضرت ابراهیم علیه السلام عیسویان به رسمیت میشناسه و حضرت ابراهیم علیه السلام یهودیان هم به رسمیت میشناسه و اولاده حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم دار حضرت اسحاق علیه السلام که از او اهل یهود نمو میکنه و حضرت اسماعیل علیه السلام که از او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی جد 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 حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم است. این از نگاه نسل شناسی دینی بسیار مهم است و من ایره در کتاب خود به نام اسلام کلچر، کسایی که میخواین از آمازون بگرن اسلام کلچر، A Study of Cultural Anthropology، ما ایره تشریح کردیم و این یک اهمیت بسیار بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام است که جد ادیان ابراهیمی است که ادیان ابراهیمی را سه نام داره، یکی ادیان ابراهیمی، یکی ادیان سماوی، یکی ادیان توحیدی. برای از اینکه عیسویان و یهودیان با این که به خطا رفتن و لغزش کردن و بیرا شدن، اما قرآن اینا را اهل کتاب میگه و علمای کرام در گذشته های دور اینا را کافر و مشرک و اینا نمیشماره به جز از اهل کتاب و از ادیان سماوی میشناسه. واضح میخاطر است که قسم که شما در تاریخ میبینین، مثلا در دوران مدینه حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم با یهودیان و عیسویان طور مثال معاهدات امضا کرد، اونا را به حیث کفر نمیشمرد و در پالوی از او در ادوار تاریخ ما میخوانیم که یهودیان مخصوصا وقتی که زیر حملات عیسویان قرار میگیرن، مثلا در اسپانیا، اینا به کشورهای یا قلمرو اسلامی پناه میبرن. و آخری یکی از قصه‌های جالب پناهندگی یهودیا به مسلمان ها مسجد پاریس است. در جریان جنگ عمومی دوم، وقتی که هتلر آلمانی یا هتلر نازی پاریس اشغال کرد، یک ده یهودیا به مسجد جامع پاریس پناهنده شدن و اینا را کسایی که در مسجد کار میکرد در زیر زمین پنهان کرد و از اینا کارت های هویت اسلامی داد و از یهودا حمایت کردن و باز فرانسوی ها معلوم دار از این یک فیلم ساختن
که بسیار یک فیلم جالب است. این کارا به خاطر شده که مسلمان ها همیشه یهود و نصارا را به حیث ادیان سماوی، توحیدی و ابراهیمی میشناسند و جد ما، جد مسلمین و جد یهود و جد نصارا حضرت ابراهیم علیه السلام است. و موضوع دوم که بسیار جالب است، موضوع ایسته که قسمی که گفتیم که حضرت ابراهیم علیه السلام پدر توحید است، برای از اینکه او اولین یعنی پیامبری بود که به واقعیت توحید به مردم شناختاند. آیاتی که از 74 سوره انام تا 77 یا 78 است میریم تفسیرش رو میخوانیم و بر شما میگیم. در 74 میخوانیم که به خاطر بیاورید انگامی که ابراهیم به مربیش عمویش آزر گفت: آیا بت‌ها را خدایان خود انتخاب میکنی؟ من تو و جمعیتت را در گمراهی آشکار میبینم. در اینجا معلوم دار حضرت ابراهیم علیه السلام در مقابل شرک و بت‌پرستی و قد علم میکنه و شما مسلمان ها همگیتان از روی قرآن کریم این داستان حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم دار میفهمین. اما چرا شرک و بت‌پرستی و خدایان چندگانه همیشه در قرآن محکوم شده و قرآن به این مردمی که شرک میورزن هشدار داده اینا را؟ به خاطر از اینکه چون خالق توانا و دانا یکه و یگانه است، تمام نظام هستی یکه و یگانه است، تمام نظام هستی یکه و یگانه است. و انسان همیشه ایره ما بر شما گفتیم، اینجا باز تکرار احسن میکنم که انسان هم جز امی خلقت است و خلقت جز انسان است. پس انسان یک موجود طبیعی است و قانون خدا و قانون طبیعت یکی است. وقتی که انسان با ازی که برش عقل، شعور، استعداد، ذکاوت، وجدان خدا پرستی برش داده شده و امی یگانگی خلقت انکار میکنه، ایره قطعا خداوند قبول نمیکنه. از امون خاطر است که در یکی از آیات دیگه آمده که خداوند همه چیز میبخشه، هر گناه را میبخشه، شرک نمیبخشه. که شما به قدرت از او، به صلاحیت از او، به قانون از او که خلق کرده یک موجود دیگر را در پولیش قرار بتین و از او یک دپولی از او یک خدای دوم بسازید. و امیدوارم این شما مسلمان ها میفهمین. منتها در این برنامه که صحبت میکنیم یک مرمدار یک تکرار احسن است. و در و از این خاطر این موضوع بسیار مهم است. و دست 75 میگه که این چنین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین گردد. تا اهل یقین گردد. هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید، ستاره ای را مشاهده کرد. گفت: ای خدای من، این است. اما هنگامی که غروب کرد، گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم. اما تو پیش میره و میگه که و هنگامی که ما را دید که سینه افق را میشگافد، گفت: این خدای من است. اما هنگامی که آن هم افول کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا رهنمایی نکند، مسلما از جمعیت گمراهان خواهم بود. و در 78 میگه که و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را میشگافت، گفت: این خدای من است، این که از همه بزرگتر است. اما هنگامی که غروب کرد، آفتاب وقتی غروب کرد، گفت: ای قوم، من از شریک هایی که شما برای خدا میسازید بیزارم. و در 79 میگه من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده، من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم. برای اینکه در او وقت نه تنها که بت پرستی و شرک و اینا بود، آفتاب پرستی بود، طبیعت پرستی بود. و یک دلیلی که مسلمان ها درخت کریسمس نهی میکنن، طور مثال ایره مده یکی از مقالات کوچک خودم برای جوانان نوشتم، به خاطر از اینکه امی درخت
یک وقت در آلمان قدیم، در آلمان قدیم درخت یا طبیعت می پرستیدن و از ایساوی ها که آمدن ای درخت پرستی را امیره روی ایساوی دادن، که یعنی ای امو درخت است که حضرت ایسا اکت چوبش در صلیب کشانده شده و ای گپا و درخت کریسمس به وجود آمد که معلوم دار مسلمان ها ایرام اعتقاد ندارن که حضرت ایسا بدار کشیده شده باشه، برای از اینکه قرآن این موضوع را رد میکنه که بدار کشیده شده باشه. لذا موضوع حضرت ابراهیم علیه السلام تا اینجا که خواندیم ای بسیار زیاد مهم است از دید امروز. چی از این مهم است؟ ببینید قسمی که شما میفهمین حضرت ابراهیم علیه السلام در یک مغاره بزرگ شد، در تاریکی بزرگ شد و وقتی که از تاریکی مبرای ستاره را میبینه در اینجا است که اولی که در روشنی دفتن بیرون هم برای بعضی که در شور روشنی میبرمد شاید که دید خود از دست میداد، پس ایر خداوند نمیت اراده کرد که در شب برای بعضی که در مغاره کلان شده بود ای در شب که مبرای ستاره را که میبینه، میبینه که معلوم دار فکر میکنه که خدای شمیست. باز وقتی که ستاره از بین میرن یعنی غروب میکنن و مهتاب میبره و روشنتر و کلانتر و قشنگتر فکر میکنه که مولمدار خدایش مهتاب است و بالاخره آفتاب طلوع میکنه و وقتی که آفتاب طلوع میکنه فکر به این بزرگی و عظمت و درخشش و گرمی و اینا فکر میکنه که مولمدار آفتاب است که خدایش است. میدیم به یک وقفه تجارتی کوتاه پس ادامه میدیم. تشکر. با سلام مجدد، ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از آریانا نیوز جهانی، آریانا نیوز جهانی در خدمت شما هستم. موضوع تفسیر امروز ما از قرآن مجید موضوع حضرت ابراهیم علیه السلام است و گفتیم که وقتی که باز آفتاب میبینه با او بزرگی و درخشش و زیبایی فکر میکنه که خدایش امی آفتاب است، اما وقتی که آفتاب هم غروب میکنه در ایج است که حضرت ابراهیم علیه السلام متوجه میشه که نه یک موجودی هست که همه از اینا را کنترل میکنه و در کنترل یک موجودی هست و خودش سجده میکنه. این سجده که امروز ما و شما در وقت نماز میکنیم یه همون سجده است که حضرت ابراهیم علیه السلام سجده کرده و به خاک سجده میکنه و ما که سجده میکنیم نه تنها که یک پیروی از پیامبر حنیف که قرآن ایره حنیف میگه، یعنی مشرک نبود، حضرت ابراهیم علیه السلام پاک بود، حنیف بود، منزه بود، یعنی از شرک پاک بود، ای سجده میکنه به خاک و خاک یک موضوع سمبولیک است، یعنی که ما از خاک آمدیم پس خاک میشیم. مثال جالب است امی سجده ای که ما در وقت نماز میکنیم اولی که از میراث حضرت ابراهیم به مسلمان ها رسیده، یعنی از 6000 سال پیش و دوم یک موضوع سمبولیک است که وقتی که سجده کرد و امروز ما سجده میکنیم برای اینکه ما از خاک آمدیم پس خاک میشم. یک چیز بسیار جالب که در مطالعات ابراهیم شناسی امروز بسیار مطرح است که حضرت ابراهیم علیه السلام این بانی تحقیقات نو است، یعنی ریسرچ یا تحقیقات که امروز در دانشگاه ها میگن ریسرچ، در اسلام شناسی و در دین شناسی حضرت ابراهیم علیه السلام بنیانگذار تحقیقات جدید است. چرا؟ برای از اینکه قسمی که شما میفهمین و تعداد شما در دانشگاه ها درس خواندین شما میفهمین که اساس ریسرچ سوال کردن است، که شما یک سوال جواب میدین.
ریسرچ نیست که شما از مثل که بسیاری مسلمان ها کتاب نوشتن میکنن، مقاله نوشتن میکنن، باز از گذشتگان کپی میکنن و نقل قول میکنن. این ریسرچ نیست. ریسرچ از نگاه اکادمیک دانشگاهی امروز اوست که شما یک چیز مطلق نو نوشته میکنین، تمام مطالب رو میخونین و یک چیز نو پیدا میکنین. و اساس ریسرچ یا تحقیقات سوال است که شما سوال میکنین. آیا خداوند به بزرگی و عظمت و علم و دانشی که خداوند داره نمیتونست که حضرت ابراهیم علیه السلام در معاول برش بود که من خدایی دستم، من پرستش کو، خلاص؟ این کار خداوند نمیکنه. خداوند این را وادار میکنه که سوال کنه، خود پیدا کنه، خود در این نظام هستی پیدا کنه و خدای خود خودش بشناسه. از این خاطر است که دین، هر کدام شما دین خودتان باید بشناسین. اینا حضرت ابراهیم علیه السلام سوال میکنه، امی ستاره ها خدای ماست؟ ستاره ها که غروب میکنه، مهتاب میبینه، آیا مهتاب خدای ماست؟ مهتاب که غروب میکنه، آفتاب میبره یا طلوع میکنه. وقتی که آفتاب با او بزرگیش میبینه و روشنی شد، درخششش و حرارتش، میگه خدای ما همیست. و ای کلش در سوره انام از آیه 74 تا 79 آمده. وقتی که آفتاب غروب میکنه، ایجاسته که ای به یقین میرسه، علم الیقین. و به علم الیقین میرسه که نه، یک موجود است که تمام نظام هستی را کنترل میکنه و خالق تمام نظام هستی خداوند است و ایجاست که سجده میکنه. و از این خاطر سجده ابراهیم علیه السلام است که ابراهیم پدر توحید میگن. در گذشته های دور توحید بر شما گفته بودم، اما چون کال موضوع جد توحیدی یا پدر توحید که حضرت ابراهیم علیه السلام است، من توحید بر شما اثر تشریح میکنم، برای از اینکه شاید بازی از شما نشنیده باشین. توحید در گذشته های دور وقتی که ما کودکان خردسال بودیم، ما را میگفتن که خدا یکیست. اما هیچ وقت بر ما در افغانستان کس نمیگفت که آن فایدهش چی که به ما فایده از اینکه خدا یکیست یعنی چی؟ اینه بر ما کس نمیگفت. و امروز هم نمیگن در افغانستان که فایدهش چی که خدا یکیست. توحید یعنی که خدا یکیست. خب گوش کنین، خدا یکیست، انسان یکیست، دو انسان نیست، یک انسان است. و زن و مرد از نفس واحد خلق کرده. زن و مرد نظر به سوره نساء آیه اول، از نفس واحد خلق کرده. دو تا انسان نیست، یک انسان است. خدا یکیست، انسان یکیست، جهان هستی یکیست. دو جهان در دنیا نیست، جهان هستی یکیست. تمام ابحار، دریاها، کوها، نباتات، حیوانات، انسان، خالق همگی خداوند است. و خداوند به تمام مخلوقات خود یک قانون داده و این مخلوقش نظر به قانون خدا زندگی میکنه و حیوانات و اینا از خود کدام چویس یا رای انتخاب ندارن، برای از اینکه عقل را که خداوند بر انسان داده به حیوانات نداده. و بالاخره علم یکیست و مرجع علم خداوند است. پس ما از خدا می آموزیم و خداوند اراده کرده که ما اسماء، یعنی که علم، ما اسماء یعنی نام، اما این نام مخصوص از علم است، به انسان آموخت و انسان خلیفه خود در روی زمین قرار داد. وقتی که خلیفه میگه در اینجا زن و مرد دیگه مطرح نیست، زن و مرد خلیفه خود قرار داد. اینمی توحید است و این توحید محض است که خدا یکیست، انسان یکیست، جهان هستی یکیست و علم یکیست. و اینمی که شما فهمیدین و خداوند به تمام مخلوقات خود این قانون داده.
و چون که بر انسان هم انسان خلیفه خداوند در روی زمین است، خلیفه یعنی نماینده خداوند در روی زمین است، بر نماینده خدا یک قانون داده، این قانون تکمیل شده با قرآن، این قانون تکمیل شده با قرآن. ادیان پیشتر از اسلام آمدن آستا این قانون تکمیل میشه با الیوم اکملتو لکم دینکم، من این دین دیگه بر شما امروز تکمیل کردم. اینا شما اگه مسلمان هستین شما به قانون خدا زندگی میکنین و تمام دید و بینش شما باید که دید و بینش فطری باشه. معذرت میخوایم، فطری یعنی که چیزی که خداوند برای شما اراده کرده. شما برای ازی که در هفته گذشته هم گفتم شما با فطرت اسلام خلق شدیم، در بعض چیزا شما چویس یا رای انتخاب دارین، شما رای انتخاب مرد و زن انتخاب همسر دارین، تجارت دارین، رشته یک تحصیل میکنین دارین، اما رای انتخاب ازی که چی وقت بمرین ایره ندارین. یک مثال ساده، شما بسیار کارا را میتونین که خودتان تصمیم بگیرین، اما شما 20 سال بالاتر تصمیم گرفته نمیتونین، بعضی که بر شما مکتوم است. و این رازهایی است که بین خدا و انسان است، و چرا این رازها را خداوند با انسان مانده که خدا همیشه انسان به خداوند فکر کنه و به ایمان خود فکر کنه، به فطرت خود فکر کنه که ما از پیش خدا آمدیم، یک مسئولیت و رسالت در این جهان دارم، این مسئولیت و رسالت من انسان بودنم است که من چطور بر عدالت قیام میکنم، بر علم و تعلیم و تربیت قیام میکنم و بر خوبی جهان و انسان چون نماینده خداستم من قدم میکنم. پس شما هر کدام شما زن و مرد یک رسالت دارین در این دنیا، این رسالت شما از انسانیت شماست، این رسالت شما از آدم بودن شماست که میگه لقد کان لکم، یعنی ببخشین فراموشم شد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی پیامبر خدا بهترین نمونه زندگی است که ما از رسالت از او میآموزیم. لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم، بر شما بر زن و مرد کرامت داده، تنها بر مسلمان ها کرامت نداده، که هم یک غلط فهمیست که یک تنها بر مسلمان ها کرامت نداده، لقد کرمنا بنی آدم، به نسل آدم کرامت داده، و این کرامت تقوا، علم و اخلاق انسان است. پس او انسانی که تقوا نداره، یعنی که نتونسته که خدا را بشناسه و در راه راست خدا عیار بکنه و علم نمیخواد که علم بیاموزه، برای اینکه ما شما بدون علم هیچ چیز ما نمیتونیم که معلومدار بیاموزیم، علم بیاموزه و از اخلاق نیکو کار نگیره، او یک آدم دالین، داخل سوره الحمد شریف است، ولد دالین گمراه است. اما خدا نخواسته که ما گمراه باشیم، خدا نخواسته که ما گمراه باشیم و همیشه خواسته که ما موفق باشیم، ما کامیاب باشیم، ما به پیش بریم و رسالت انسانی خود را ایجا پیاده کنیم. و رسالت انسانی حضرت ابراهیم علیه السلام چی بود؟ که حقیقت پیدا کرد. پس ما در این مقطع زمان باید که حقیقت پیدا کنیم. میریم به وقفه تجارتی دوم، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، من فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی آریانا نیوز در خدمت شما هستم و شما
آریانا نیوز جهانی را که از کابل پخش میشه تماشا میکنین. از همراهی شما تشکر میکنم. اینجا است که ابراهیم علیه السلام، شما قصه آزر و بودچکنی و یار چی کردین؟ یاد دارین. اما چیزی که من بر شما میگم که بر شما تحقیق می آموزانه که شما چطور خودتان یک محقق باشین، خودتان خدا را پیدا کنین، سوال کنین. در سوال کردن هیچ کدام شرم نیست، سوال کنین، خود پیدا کنین. یک حدیثی از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که میگه که کسی که خود شناخت خدا را میشناسه. این حدیث اساسا منشی از این حدیث از حضرت ابراهیم علیه السلام است. بعضی که حضرت ابراهیم علیه السلام خود شناخت. برای پروردگار عالمیان بسیار آسان بود که برای حضرت ابراهیم علیه السلام قسمی که گفتم بگویه که من خدایت هستم، من تو را خلق کردیم، تو پیامبر هستی، هیچی گپا را نگفت. مثل که وقتی که حضرت وحی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمد، نگفت که تو پیامبر شدی، ما جبرائیل گفته باشه که من حضرت جبرائیل هستم یا جبرائیل هستم و تو به پیامبری گماشته شدی، من از طرف خدا آمدیم. این گپایت نشد در غار حرا. وقتی که جبرائیل، حضرت جبرائیل علیه السلام با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به اصطلاح ما و شما روبروی میشه و به اصطلاح ما و شما چشم به چشم میشه، حضرت جبرائیل میگه که اقرا، یعنی بخوان. نمیگش که تو پیغمبر شدی و من حضرت جبرائیل هستم و من از پیش خدا آمدیم و تو مبعوث شدی به پیغمبری و گپایت نیست. فقط اینا که میبینن برش میگه که اقرا، یعنی بخوان. و مثل که در گذشته گفتیم، حضرت رسول کریم پسانتر میگه که اولین چیز را که خدا خلق کرد قلم بود. پس اولین سخنی را که خدا به بشریت میگه، ولی که قرآن و نزول قرآن به مسلمان ها نیست، نزول قرآن به بشریت است، به تمام بشریت. یکی باز کسی قبول میکنه، قبول نمیکنه، انکار میکنه، تکذیب میکنه، این مسئولیت خودش است. اما نزول قرآن نزول است که بر کل بشریت است. اولین آیه اقرا بود و اولین چیزی که در جهان خلق شد توسط خدا قلم بود. باز همیشه این شعر گفتیم که چو شمع از پای علم باید گداخت، که به علم نتوان خدا را شناخت. شما هیچ وقت نمیتونین که خدا شناس باشین. و خداشناسی تنها به کلاه و ریش و عبا و قبا و حجاب نیست. بسیار مردم است که گپا را دارن اما عمق خداشناسی را نمیفهمن. از این خاطر است که مردم کنترل میکنن، مردم توهین میکنن، مردم اهانت میکنن، مردم در گناه میگن، از این خودشون نفهمیدن دینه. این کسایی که کار میکنن مردم حتی دو میزنن، زنها را قوطی کردن، آزادی بیان قطع کردن، بسیار کارا کردن در جامعه بشری، برزی که خود از اینا دین نفهمیدن. لذا این یک موضوع بسیار عمده است که شما باید بفهمین که حضرت ابراهیم علیه السلام بنیانگذار توحید شما را یک، بنیانگذار تحقیقات علمی شما را دو، و وقتی که در حج هم میریم، حج که ما شما حج میکنیم، اگر کسایی که حج رفتن نیره میفهمن که از مقام ابراهیم شروع میشه، که انشاءالله در ماه نزدیک به حج انشاءالله که یک برنامه، تمام برنامه را سر حج میداشته باشیم. دلائل توحید در آسمان ها، اینه میخوایم برتان بخوانم. در تعقیب نکوهش که ابراهیم از بت‌ها داشت و دعوتی که از آزر برای ترک بت پرستی نمود، در این آیات خداوند به مبارزات منطقی ابراهیم با گروه های مختلف بت پرستان اشاره کرده و چگونگی پی بردن او را به اصل توحید که برتان تشریح کردم از طریق استدلالات روشن عقلی شرح میدهد. برازی که دین یک مسئله عقلی است، دین یک مسئله فکری است،
دین یک مسئله دل است، دین یک مسئله ظاهری نیست و باید که با استدلال ما باید که چی کنیم. منتها دین ایدئولوژی نیست که دین ایدئولوژی باشه که ثبوت شه مثل یک فرمول واره. بعضی که ایدئولوژی یعنی علم نظریات، نظریات همیشه تابع ثبوت است. دین شما خود پیدا میکنین، حقیقت خودتان پیدا میکنین و تا که خودتان حقیقت پیدا نکنین، هر قدر که کتاب بخونین، هر قدر که کسی برتان بگوید تشریح کنه و دگپا، تا که دین برای خودتان مانا نته و خودتان پیدا نکنین، کسی در شما رو تحمیل هم کرده نمیتونه و شما راهیاب هم نمیشین. تا که خودتان مثل حضرت ابراهیم علیه السلام در جستجوی حقیقت نباشین. این مسئله سیوم است که پدر توحید است، بنیانگذار ریسرچ یا تحقیقات علمی است و جستجوگر حقیقت است که چطور ما میتونیم که حقیقت پیدا کنیم. نخست میگوید همان طوری که ابراهیم از زیانهای بت‌پرستی آگاه ساختیم، همچنین مالکیت مطلقه و تسلط پروردگار بر تمام آسمان و زمین به او نشان دادیم. و از اینکه پیشتر براتون گفتم که تمام کائنات، تمام جهان هستی، انسان به شمول جهان هستی از خداست و شما از این گریز هم ندارین. و ملکوت در اصل از شی ملک بر وزن حکم به معنی حکومت و مالکیت است و تی برای تاکید و مبالغه به آن اضافه شده. بنابراین منظور آن در اینجا حکومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستی است. در اینجا مقصد از حکومت، مقصد حکومت اداری یک کشور نیست که هم یک غلط فهمی است. فکر میکنن که این همیجه که در تفسیر آمده که حکومت خداوند، این فکر میکنن که این یک حکومت است که یعنی یک اداره ریاست جمهوری است. نه، این حکومت، حکومت نگهداشت و تنظیم و نگهبانی و تنظیم و حمایه تمام کائنات است از طرف خداوند. حکومت اسلامی او یک مسئله اداری است و او نظر به رأی مردم و نظر به مسائلی که مردم نظر به ایجابات زمان تغییرات میارن در مسائل مدنی، او بالکل یک بحث جداگانه است. و یک تعداد مسلمان ها میرم غلط فهمیدن، فکر میکنن وقتی که خداوند تمام حکومت استیلای حکومتی داره، این فکر میکنن که این حکومت است که یک چهار نفر در رأس یک اداره قرار میگیرن. او بالکل یک چیز دیگه است، یک چیز دیگه است. این آیه گویا اجمالی است، تفصیل است که در آیات بعد درباره مشاهده وضع خورشید و ماه و ستارگان و پی بردن از غروب آنها به مخلوق بود نشان آمده است. یعنی قرآن ابتدا مجملی از مجموع آن قضایا را ذکر کرده، سپس به شرع آنها پرداخته است و به این ترتیب منظور از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین به ابراهیم روشن می شود. و در پایان آیه می فرماید هدف ما این بود که ابراهیم اهل یقین گردد. یعنی خداوند نخواست که ابراهیم موضوعات خودش برش بگویه. ابراهیم علیه السلام وادار کرد که خودش حقیقت پیدا کنه. و شما که پیرو دین حنیف هستین، بلکه که ابراهیم علیه السلام مشرک نبود، شما باید حقیقت بر خود پیدا کنین. میشه که حقیقت را که شما پیدا کنین از حقیقت را که ما پیدا کردیم تفاوت داشته باشه. این درست است. برای از این که خلق من التفاوت، انسان به تفاوت خلق شده. قسمه که ما خداشناسی را میفهمم، ما کائنات را درک کردیم، ما از اسلام فهمیدیم، شاید شما بهترتر از ما درک کنین. اما خودتان باید پیدا کنین حقیقت را. حقیقت را که من پیدا میکنم، هر منو او حقیقت برای شما او حقیقت نمی باشه. و یکی از رازهای دین است. حالا ببینید، مولانای رومی یا
حضرت مولانا بلخ. و هم یک مؤمن بسیار بزرگوار بود و حضرت امام غزالی طوسی علیه رحمه و هم یک مؤمن بزرگوار بود، اما شناخت از اینا از دین بالکل تفاوت داره. شناخت خدا از مولانا و شناخت خدا از امام غزالی که در 505 هجری قمری وفات کرد علیه رحمه بسیار زیاد تفاوت داره. پس ما باید که خود ما، ابراهیم علیه السلام برای ما چی رو یاد میده؟ که ما خود پیدا کنیم در این نظام هستی. توی همینجا پشت کمره ششتی من ایسی یک زن، من ایسی یک مرد، من ایسی یک جوان، تو خود باید پیدا کنی تو کی هستی، چی هستی، از کجا آمدی، با کجا میری، هدف در این زندگی چیست، چرا تولد شدی، هدف از خلقتت چیست، چرا جوان میشی و بالاخره مسن میشی و بالاخره پیر میشی و بالاخره میمیری و از این تو گریزم نداری. این سوال است که تو باید خودت جواب بگویی. تو میدونی که مطالعات عمده کنی، اما بسیار مردم است که مطالعه کردن، بسیار مردم است که عبا دارن، قبا دارن، ریش دارن و کلا دارن و حجاب دارن و، اما هنوز هم حقیقت نفهمیدن، وزید خود هنوز پیدا نکردن. و داستان ابراهیم علیه السلام همیست که شما اول خود باید پیدا کنین. و تکرار میگم که این خودشناسی است که در دین بسیار مطرح است. و همی کسایی که فکر میکنن که تنها ساینس جوابگوی تمام نیازمندی های بشری است و فکر میکنن که علیاذ بالله خدا و قرآن و اینا چیزای بیهوده است، اینا بکل با بیراه رفتن. برازی که مثلا ساینس دارک ماتر یا دارک انرژی، شما چطور ثابت میکنین؟ What is dark energy? What is dark matter? در فضا این چطور ثابت میکنیم؟ این چی هست؟ تا حالا کسی فهمیده نتانستم. اما خداوند چی میگه؟ در قرآن کریم میگه که اینا نمیتونن کم چیز بفهمن، اما ما به هر چیز احاطه علمی دارم. مگه که بتانم که ما بعد میریم به وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، من فرید یونس گردانده و تهیه کننده دکتر یونس شو و شما آریانا نیوز جهانی تماشا میکنین. در آیه 110 سوره طه بسیار مقبول آمده که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، یعنی که گذشته و آینده ایشان را میداند و آنان به او احاطه علمی ندارند یعنی کسایی است که اینا خدا را انکار میکنن و تنها به ساینس اتکا میکنن. اما وقتی پرسانش میکنی که What is dark matter? What is dark energy? نمیتونن جواب بگوین. اما خدا هم میگه که تو نمیفهمی هر چیزه. و دمی سوره تاها یک جای دیگه هم آمده که انما الحاکم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، دمی سوره طه آیه 98، همان خدای شما خداوند است که خدای جز او نیست، که بر همه چیز احاطه علمی دارد، بر همه چیز احاطه علمی دارد. مقصدش از ساینس است، مقصدش از فیزیک است. بسیاری مسائل است که ما امروز هنوز هم نمیفهمیم. در قرن 21 هستیم، فکر میکنیم که همه چیز فهمیدیم، اما نمیفهمیم و در کوشش هستیم که بفهمیم، در کوشش هستیم مردم که بفهمن، اما همه چیز نمیفهمن. و همینجا
واسع كل شيء علما که بر همه چیز احاطه علمی دارد. این دو آیت که خواندم در سوره طه سوره 20 قرآن مجید است که شما میتونید که از این استفاده کنید. ایناله شک نیست که ابراهیم یقین استدلالی و فطری به یگانگی خدا داشت، اما با مطالعه در اسرار آفرینش این یقین به سرحد کمال رسید، همانطور که ایمان به معاد و رستاخیز داشت، ولی با مشاهده مرغان سربریده‌ای که زنده شدند ایمان او به مرحله عین الیقین رسید. برای که علم الیقین و عین الیقین و ای اساسات ریسرچ در اسلام است. عین الیقین، علم الیقین. عین الیقین یعنی که ریسرچ چی میگه؟ میگه observation، مشاهدات. عین الیقین یعنی میبینی. علم الیقین به اساس علم تو یعنی که پیش میری که یقینی تو حاصل کنی. بالاخره به چی میرسی؟ حق الیقین. و ای عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین. امروز در دانشگاه ها درس میتن این موضوع را، اما ما این موضوع را 1400 سال پیش از قرآن آموختیم. اساسات ریسرچ و تحقیقات علمی را ما از قرآن آموختیم و به خاطر بود که مسلمان ها در قرون وسطا سردمدار علم و معرفت شدن. مثلا در صاحب ساینس و تکنولوژی و علم نجوم یا استرانومی، فیزیک، کیمیا مسلمان ها بسیار پیش بودن. مسلمان ها وقت از پس مانده شدن که از جاده علم و معرفت برآمدن. برای اینکه قرآن برشان گفت، بر ما مردم گفته که وقر رب زدنی علمن، الهی علم من افزایش بده. اما امروز ما در مسائل می که ایجت اگر خوش مان روزویت نمیشه و ایجت اگر ریشت ایجت اگر که کتا بود ای درست نیست و نیفان پاچه پتونت بارا بود و پایین بود نمازت می ما در اینی چیز حال چسبیدیم. ما از علم بسیار دور استعماله و چون دور استیم دیگه مردم از پیش ما گرفتن و کسایی که تاریخ اسلام نمیفهمن، تاریخ ساینس نمیفهمن، تاریخ اسلام و ساینس نمیفهمن و ایاراتی که در مسئله علم و ببینین این مسئله ریسرچ که از علم الیقین، ببخشین عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، یه نه افلاطون گفت، نه ارسطو گفت، نه جان ژاک روسو گفت، نه جان لاک گفت، هیچ کس نه، ایره تنها قرآن گفت و اینو نمیفهمن. ایجاست که قرآن بسیار زیباست، ایجاست که قرآن بسیار پرماناست، ایجاست که قرآن شما را واقعا زنده میکنه که شما منیس یک موجوده که توسط خداوند خلق شده این و چی مسئولیت های شما به خداوند بر شما داده و هدف از زندگی شما چی است که تو اول باید خود پیدا کنی. همین تنها همین فشار خون و همین بدن خود که آدم ببنه، همین چشم خود آدم ببنه که در زمین خواب که شما بیدار میشین همین چشمتون را که وز میکنین فوکس میکنه. در حال که شما یک کمره را که میگرین اقلا یک دقیقه را میگره که فوکس کنین، اما شما که چشمتون را که وز میکنین فوکس شده گیست. سبحان الله، الحمدلله، والله اکبر. تو اول خود بشناس، عین الیقین. پس به علم رجوع کو، علم الیقین، و بالاخره به حق برس، حق الیقین. ای میراث حضرت ابراهیم علیه السلام است که در این تلویزیون بر شما گفته میشه. و کلمه رب که در قرآن آمده، یکی الله در مورد پروردگار و مربی موجود آنچنان که از کلمه رب استفاده میشه. برای از اینکه وقتی که شما آیات هم میخوانین، وقتی که شما آیات هم میخوانین ربی آمده، کلمه رب آمده، یکی اللهس، یکی رب. الله مقصدش از توحید است که یکه و یگانه است. الله
نمایندگی از توحید میکنه. اما وقتی که میگه که الحمدلله رب العالمین، نمیگه الله الله العالمین، میگه رب العالمین. ایجم رب خدا منامیته، اللام خدا منامیته. What is the difference؟ تفاوت بین الله و رب چی است؟ کیام دمی سوره ها دمی ببخشید دمی آیات تشریح شده. در اینجا مسئله الله معلوم دار توحید است، یگانگی خداوند است که جهان هستی را به یگانگی خود خلق کرده. اما رب او موجود است که ما از او می آموزیم. وقتی میگه که رب العالمین، یعنی شما از یک با یک خدای طرف هستین که از او شما می آموزیم. این بسیار مطرح است که رب یعنی که شما از او می آموزیم و تا که خداوند اراده نکنه شما چیز ریاض هم گرفته نمیتونین. تا که خداوند اراده نکده باشه انسان چیز را یاد نمیکنه، یاد گرفته نمیتونه. و امی موضوع هم در معلوم دار در قرآن شریف بسیار مطرح است که تا که خداوند اراده نکنه شما معلوم دار چیز را یاد نمیگرین. و من میخواستم که یک آیت دیگر از یک کتاب بله خلق انسان من علق، علم الانسان ما لم يعلم، آموخت انسان چیزی که نمیدانست. علم الانسان ما لم يعلم، آموخت به انسان چیزی که نمیدانست. بعضی که انسان از خود چیزی یاد نداره و اگه یادم میگره به اراده پروردگار یاد میگره، برای اینکه خلیفه‌ش از در روی زمین خواسته که انسان برای انسان عقل بسیار قوی داده، استعداد داده، شعور داده، همه چیز داده، اما در پولی از او اراده خود رب العزت جل جلاله شانه او هم مطرح است. یگانه ما بسیار زیاد مغرور میشیم که من دکترا دارم و من دکتر هستم و من هست، بسیار مغرور میشیم، فکر میکنیم که I did it all، فکر میکنیم که کل کار ما خودم کردیم. اما یک دفعه یک مریضی آید حالتان میشه و دست و پاچه میشین و نیفهمین که چطور خودتو علاج کنین، اونوی است که شما به یک حقیقت میرسین که you are not all، تو تمام چیز تو خودت نیستی، یک موجود است که تو را کمک کرده. اما تو بسیار ناسپاس هستی، تو بسیار ناسپاس هستی. و کلمه فطر از ماده فطور به معنی شگافتن است و همان طور که ذیل آیه امین سوره نوشتیم، اطلاق این کلمه بر آفرینش آسمان و زمین شاید به خاطر این است که طبق علم امروز جهان توده واحدی بوده و بعد از هم شگافته شده و کرات آسمانی یکی پس از دیگری به وجود آمدند. و قسمی که گفتیم حنیف به معنی خالص است، پاک است و کیام در تفسیر آمده. و اشتاد قوم او ابراهیم باور به گفتگو پرداختند. گفت چرا در باره خدا با من گفتگو میکنید در حالی که خداوند مرا با دلایل روشن هدایت کرده و من از آنچه شما شریک خدا قرار میدید نمیترسم و به من زیانی نمیرسد مگر پروردگارم چیزی را بخواهد. آگاهی پروردگار من آن چنان وسیع است که همه چیز را در بر میگیرد. آیا متذکر و بیدار نمیشوید؟ میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم.
با سلام مجدد، قسمت اخیر برنامه است و از همراهی شما تشکر میکنم. امید است که برنامه امروز بر شما از نگاه مسائل روزی که ما امروز در جهان قرن 21 زندگی میکنیم و تفسیر آیات بر اساسات علم امروز جالب بوده باشه. و آیات 8 خواندیم که باز امروش همیشه در جامعه انسانی باید که یک تز و انتی تز باید باشه، یک تز و انتی تز باید باشه، باید که کفر باشه تا ما شما ایمان خود بشناسیم، و باید مریضی باشه تا شما از صحتتان قدردانی کنین و تحسین کنین. و هر چیز در جامعه بشری همونطور خداوند لازم دانسته که یک تز و انتی تز داره از نگاه سوسیو سایکولوژی یا رابطه جامعه شناسی به روان شناسی. و امثال در دین شناسی مطرح است. مثلا اگر آدم پرسان میکنه که حالا بیادرش همی شیطان رو چرا خلق کرد؟ حالا نمی بود، همی شیطان نمی بود. یک سوال جالب. امبرزی خداوند میخواد که شما را همیشه شما را از ابزرویشن یا مشاهدات خود شما به اساس اتکا به علم به حق برسانه. اما در اساس سعی و تلاش خودتان، شما فکر کنید شما میرین یک ماستری میگرین، یک دکترا میگرین، طور مثال یک بچلر دیگری میگرین، طور مثال چقدر شما زحمت میکشین، شبها در کتابخانه میشینین، اقلا در 4 سال دانشگاه شما اقلا هیچ که نکنین یک 50 ورق ریسرچ بر معلمتان در امریکا که کل اساس تحقیقات، اساس ایجوکیشن یا تعلیم و تربیه بر ریسرچ است، شما ریسرچ میکنین و شبها در پشت کامپیوتر هستین و در کتابخانه هستین. چقدر تلاش میکنین؟ فقط به خاطر یک دیپلم. اینا رو ما باید چقدر تلاش کنیم که حقیقت هستی رو بفهمیم، خود رو بفهمیم، خدای خود رو بشناسیم، موقف خود و موقف خود در این جهان هستی درک کنیم و از مشاهدات خود و از علمی که به ما آموخته بالاخره به حق برسیم. اما ما اینو به شما بگویم که به حق رسیدن کار مشکل است. از این خاطر است که وقتی شما به تصوف رجوع میکنین یا میستیسیزم، شما میبینین که چقدر اینا یک سالک چقدر زحمت میکشه تا که درک میکنه حقیقتا. برای اینکه دین تنها در ریچوالز، در لباس و کلا و 5 وقت نماز و روزه گرفتن و یک پا، تنها در این نیست. اینا ریچوالز هستن، اینا امی سنت های هستن که ما برای اینکه در راه راست باشیم ما باید بکنیم. اما قرآن زیادتر افلا تعقلون و یتتفکرون، شما را به تعقل و تفکر وامی داره که شما وقتی قرآن میخوانین شما باید که چطور تعقل کنین، فکر کنین. در مثال یک مثال بسیار خوب برتان میدم. یک آدم هست مثلا 5 وقت نماز میخوانه، درست است؟ شما را دیدین. اما پیسه یک کسا میخوره یا زن خود اولاد خود فرش میگه یا قوم پرست است یا حقوق مردم پایمال میکنه، پس معلوم است که اون معنی نماز خود ایت نفهمیده، بعضی که حقیقت روز نفهمیده. تنها بالا شو تا شو بالا ای خونه است، تو باید حقیقت نماز بفهمی. بسیار مثال ساده، و شما از اشخاص بسیار زیاد دیدین در جامعه خودتان، در اطرافتان، در خانوادهتان، که اگه آدم تصور میکنی که بسیار اگه آدم کوتن کوت مذهبی است
در حالی که گپا در اسلام نیست، مذهبی دینی، این گپا هست که سیکولاریستا و کسایی که به دین مسلمان مسلمان است، پارتی نمی طبیعت است، جزی نمی طبیعت است، جزی نمی خلقت است، مثل که یک درخت پارت طبیعت است، انسان هم پارت نمی طبیعت است. این گپا هایی که مذهبی است، این ریلیجیس است و دینی، این گپا در اسلام نیست. مسلمان نظر به قانونی که از طرف خدا برش داده شده اونم باید زندگی کنه و این چایس خودش داره که میخواه که زندگی کنه یا میخواه که زندگی نکنه. نمیگیش که تو سر بزور است، اما برش هشدار میده که اگه تو از این قانون مبرایی اکسیدنت میکنی، تصادم میکنی، اما تو باید خود پیدا کنی. از این خاطر است که اگه نماز میخونیم مثلا یک کسی کمک میکنه، با ده نفر دیگر رو قسم میکنه که من یادم کمک کردیم. مولو باست که حقیقت دین قطعا نفهمیده، اگه میفهمید و در روی کسی نمیورد بدگاه قصه نمیکرد. اما شما یه چندینه و شاهد هستین این چی برزی که اینا عمق دین نفهمیدن، اینا هرچه ظاهری فهمیدن. این بود برنامه امروز ما از تلویزیون آریانا نیوز جهانی. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. تشکر. فرید یونس.